دوباره خوش آمدید. ادامه برنامه آغاز روز است. در قرار است زلمه خلیزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به احتمال قوی هفته آینده به دوحه برود. منابع میگویند که قرار است آقای خلیزاد از بحر ختم بنبست در روند گفتگوهای صلح میان افغانها وارد دوحه شود. با این حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان با نگرانی از افزایش خشونتها تاکید میکنند که نشست دوحه باید بی‌نتیجه اعلام شود. پس از چاشت دیروز رئیس جمهور غنی با مارشال عبدالرشید دوستم گفتگوی تلفنی داشته است. این گفتگو متمرکز بر روند سال و اجماع ملی بوده است. بیشتر مارشال دوستم به آریانا نیوز گفت که 20 ماه می شود رئیس جمهور فرصت گفتگو را برای او نداده است. قتل‌های هدفمند خبرنگاران، فعالان مدنی و کارمندان حکومتی و غیر حکومتی حمله‌های برنامه‌ریزی شدند. رئیس جمهور غنی در 46مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید که مردم افغانستان همچنان از خشونت‌ها از سوی گروه‌های حراس افغان و طالبان رنج می‌برند. آقای غنی می‌گوید که اجماع ملی برای صلح در درون حکومت وجود دارد و در نظر گرفتن حقوق بشر و حقوق زنان یکی از بخش‌های مهم گفتگوها صلح را شکل می دهد. تصمیم اخیر ناتو در پیوند به نهایی نشدن فیصله روی خروج نیروهای این پیمان محاسبات طالبان برای رسیدن به قدرت از راه زور را غلط ثابت کرد. رئیس جمهور غنی در گفتگو با بی بی سی یک بار دیگر تاکید می کند که تنها قدرت را از راه انتخابات و حکومت بعدی واگذار خواهد کرد. آقای غنی می گوید که میزان حضور نیروهای خارجی در افغانستان وابسته به شدت جنگ است. رئیس جمهور باور دارد که افغانستان ویتنام نیست و حکومت به فروپاشی نخواهد رفت. چهار روز پس از تصمیم ناتو مبنی بر تأخیر انداختن تصمیم نهایی روی خروج نیروها از افغانستان، اینجا رئیس جمهور غنی در گفتگو با بی بی سی تصمیم این پیمان را برای همه طرفها فرصت خوب گفته تا به این نتیجه برسند که استفاده از زور راه حل نیست. حالا زمان آن است که طالبان و حامیان آنها اراده مشابه را همان گونه که به جنگ نشان داده اند به صلح نیز نشان دهند. رئیس جمهور غنی در مورد پرسشی که آیا ممکن است طالبان از راه نظامی قدرت را به دست گیرند گفت که طالبان چنین تلاشی را کردند اما موفق نشدند. هرچند خبرنگار دلیل موفق نشدن طالبان را پشتیبانی نیروهای خارجی میگوید، اما رئیس جمهور آن را به اراده دولت ربط داده و میگوید افغانستان ویتنام نیست که سقوط کند. من یک معیار دارم، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. جمهوریت نظام است که به واسطه اراده مردم انتقال می‌یابد. منبع مشروعیت دولت آینده افغانستان باید به گونه کامل واضح باشد. آقای غنی با خودداری از اظهار نظر در مورد شمار نیروهای خارجی مورد نیاز یا اینکه چه مدت باید در افغانستان بمانند گفت که این موضوع به میزان شدت جنگ بستگی دارد، در حالی که همواره شماری از مقامهای نظامی آمریکا بر نیازمندی حضور شماری از نیروهای آمریکایی در افغانستان تاکید کردند. من با بایدن و مشاور امنیت ملی صحبت کردم که باید یک مقدار نیرو در افغانستان باقی بماند، کم از کشور محافظت کنند و هم نگذارن که طالبان آن کشور را تصاحب کنند، و این نه تنها برای منافع ملی آنها بلکه برای منافع ملی ما نیز مهم است. این اظهارات در حال است که مذاکرات صلح میان افغانها متوقف شده و جنگ در بخشهای مختلف کشور شدت گرفته است، اما رئیس جمهور غنی شرایط را امیدوار کننده میخواند نه مایوس کننده. در نبردهای خونین با داعش در شنوار ننگرهار هزاران خانه ویران شده است. رئیس جمهور غنی در وعده خود به مردم شنوار گفته بود که برای بازسازی این خانه ها کمک می کند، اما با گذشت دو سال هیچ کار انجام نشده است. حدود 10,000 باشنده ولسوالی های چین، اسپینغر و هسکمینی ولایت ننگرهار نتوانستند دوباره به خانه و کاشانی خود برگردند. آنان پس از نبردهای مرگبار داعش در محله هایشان تا کنون روز شب را با سختی سپری می کنند. بزرگان قوم شینوار
میگویند که در نبردهای سنگین داعش دست کم 5000 خانه تنها در ولسوالی اچین ویران شده است. خلکو ډیره قربانی ورکړي، کورونه ړنګ شوي، سرکونه نشته، کلینیک نشته، مکتبونه وران شوي، مسجدونه وران شوي. دغه تاسو چې ګورئ کابل کیمپ او مارکو بټي کوټ دا سرک په سر باندې چې زنانه او ماشومان دا زموږ د ولس بچي دي. دولت چې کومې وعدې کړې وې د کورونو جوړولو یا د بیا د رغونو یو کار یې عملي کړی او عملي شوی. رئیس جمهور غنی در ماه دلو سال 1397 خورشیدی در سفر خود به ولسوالی غنیخیل ننگرهار تعهد سپرد که برای بازسازی خانه های تخریب شده در نبرد داعش اقدام خواهد شد. اما شیرواری ها میگویند که با گذشت دو سال در بازسازی خانه ها و تاسیسات عامه هیچ اقدامی از سوی حکومت صورت نگرفته است. رئیس جمهور چې راغلی وم ژمنې یې کړې وې چې ستاسې سرکونه، ستاسې کورونه، ستاسې جوماتونه، ستاسې کلینیکونه به بیا در آبادوم او بیا به درته جوړوم او ټول کارونه به درته کړم، خو یو کار هم په شینوارو کې نه دی شوی. دا استاد سړی په لګیا خوار غریب په لګیا دی، بس په قرار قرار باندې جوړې سر روپۍ نه یو چانه راخلي 5000 او 2000 او 3000 روپۍ راخلي او بس راکرځې او جوړې. ولی ننګرهار میگوید که تمامی تعهدات رئیس جمهور را برای ننګرهار دنبال میکند، اما عملی سازی آنها نیاز به زمان دارد. در څو ورځې کېږي متواتر زه د فوایدامی وزیر صاحب سره په تماس کې یم. انشاءالله هغه هم یو درې ټیم رالیږلي دي د درې مهمو پروژو لپاره، او انشاءالله دا ټیم به تر هغې دلته وي تر څو چې هغه پروژې تکمیلیږي او لس خپل رضایت ترلاسه کوي او رضایت حاصلیږي. بر بنیاد اطلاعات رسمی ریاست مهاجران ننګرهار در ولسوالی های اچین، هسکمینه، اسپینغر و غنیخیل ننګرهار در سالهای 1395، 96 و 97 حدود 50000 تن آواره شدند و همکنون 10000 آنها نتوانستند به خانه خود برگردند. آنچه که عامل آن روزگار تنگ و تیره و خانه های ویران شده پنداشته می شود. 15 یهود آغاز دروس حضوری پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی در کشور. پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی که به دلیل همگیری موج دوم ویروس کرونا تعطیل شده بودند، بر بنیاد گزارش‌ها قرار است به تاریخ 15 یهود سال روان بازگشایی شوند. در این مورد بیشتر صحبت می‌داشته باشیم با آقای حامدعبیدی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی. آقای عبیدی سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدید به برنامه. آقای عبیدی، کمیته اضطراری حکومت افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا گفته که در مورد بازگشایی و آغاز دروس حضوری رایزنی میکنن. آخرین معلومات چی هست؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و بیننده‌های آرینا نیوز. طور که شما در ایران قرار دارین، زمانی که موج دوم ویروس کرونا به افغانستان آمد و وزارت صحت عامه افغانستان نگرانی خود نشان داد، بعد از او کابینه افغانستان فیصله کرد که تمام نهادهای تحصیلی در افغانستان، چه از دولتی چه از خصوصی، میرن به تعطیلی و تا 15 حدی تعطیلی ادامه پیدا میکنه. 15 حد اگر اوضاع خوب بود، شرایط خوب بود، ما دوباره درس‌ها را آغاز میکنیم. مطابق فیصله کابینه افغانستان، چون تاریخ 15 دوباره باید درس‌ها آغاز میشه، شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی افغانستان در جریان همین هفته نشسته که داشت، فیصله به میشد که اگر شرایط جوی مناسب بود و تهدید کرونا نبود، بخیر 16 ماه حمل که روز شنبه میشه، درس‌ها در تمام نهادهای تحصیلی افغانستان آغاز میشه. به مدت 4 هفته ما درس تجدید داشته میباشیم که در جریان درس تجدیدی، درسایی که باقی مانده، استادا که نصاب درسشان تکمیل نشده یا خدمات آنلاین یا غیر حضوری را که ارائه کردن، اگر دو قسمت ممکن بعضی از مسئولین در مناطق دوردست که زندگی میکنن دسترسی به اینترنت نداشتن یا از این قبیل مشکلات، به می دلیل 4 هفته اینا میرن به درسای تجدیدی و 4 هفته تمام درسایی که باقی مانده، پروژه عملی، کارهای عملی، کارهای خانگیشان، پرزنتشنهایشان، تمام از این تکمیل میشه و تاریخ 15 ماه حمل ما میریم به امتحان نهایی از اینا و تا تاریخ 19 ماه ثور امتحان چانس اول و چانس دوم میدامه پیدا میکنه و 20 ثور بخیر سمستر جدید آغاز میشه. درست. آقای عبیدی، با وصف موجودیت معضل تهدید ویروس کرونا، چرا این تصمیم گرفته شده؟
خب هرچند شما با شما شاهد هستیم که آمار کرونا در چند هفته گذشته کاهش پیدا کرده، اما بان هم اگر وزارت سلامتی افغانستان تا هنوز هم نگران از این باشه که نگرانی از بابت افزایش ویروس کرونا وجود داره و با وزارت تحصیلات عالی افغانستان مشوره داده که هنوز وقت است که درس‌ها آغاز شد و او زمان ممکن ما در تصمیم خود تجدید نظر کنیم. اما تا میل از این که ما با شما صحبت میکنم چون فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان است که به تاریخ 16 خود درس‌ها آغاز شد و شورای رهبری هم فیصله کرد چون نگرانی از بابت افزایش آمار کرونا وجود نداره، خوب است که ما بریم به آغاز دروس چون سمستر ما باز ضایع میشه. ما سمستر بعدی را اگر ما بریم باز به تعطیلی، سمستر بعدی که سمستر بهاری 14 است، بازو با مشکل مواجه میشه. از او خاطر ما 4 هفته میریم به درس‌های تجدیدی این سمستر را تکمیل میکنیم که ما بقیر سمستر بهاری خود آغاز کنیم. بازم تکرار میکنم در صورتی که وزارت سلامتی افغانستان عبیدی در این تصمیمتان مشوره وزارت صحت عامه را گرفتین و مشورهشون چی بوده؟ مشوره با تمام نهادهای زیربط شده. بازم تکرار میکنم در صورتی که وزارت صحت عامه افغانستان تاکیدش به این باشه که هنوز هم تهدید کرونا وجود داره، بعدش در این مورد کابینه افغانستان فیصله خواهد کنه که ما بریم دوباره به تعطیلی یا ادامه بدیم. من متامل از یک ما با شما صحبت میکنم، فیصله کابینه افغانستان و فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی افغانستان بری است که تاریخ 16 بخیر ما درس‌ها را آغاز کنیم. یعنی ما کاملا آماده هستیم به آغاز دروس به شکل حضوری در صورت کدام تهدید وجود نداشته باشه. وزارت تحصیلات عالی افغانستان آماده است. درست. آقای عبیدی، به حالا در مورد نحو تدریس به محصلان یا دانشجویان گفته میشه که برای آن دست محصلانی که نتوانستند دروس آنلاین را تعقیب کنند برنامه های تجدیدی در نظر گرفته شده. برنامه های تجدیدی چی ویژگی ها داره؟ چی خوبی ها داشته؟ چی گونه بوده؟ ببینید سمستر قبلی خزانی 1399 سمستر تجدیدی بود. درست. ما چند ماهی که در موج اول کرونا رفتیم به تعطیلی، نظام تحصیلات عالی افغانستان ای صدمه زد. ما چند ماه متواتر تعطیل بود درسا. بعدش ما سمستر اول بهاری را که در سال 1399 آغاز کردیم او سمستر تجدیدی بود. در جریان 8 هفته ما مناسب 16 هفته‌ای را بالای مسئولین تطبیق کردیم که مسئولین ضربه نخورن، صدمه نبینن و سمسترشان به تعویق نفته. بعدش سمستر دوم خزانی که امی سمستر که فعلا ما شما در مورد صحبت میکنیم، سمستر خزانی 1399 هم سمستر تجدیدی بود، درسا 10 هفته ادامه داشت. ما او زمانی که رفتیم به تعطیلی 4 هفته درسا تکمیل شده بود، یعنی ما در وسط سمستر قرار داشتیم. اما چون او زمان نگرانی بابت افزایش آمار ویروس کرونا وجود داشت و کابینه جمهوری اسلامی افغانستان فیصله کرد که پنتونا بره به تعطیلی، پنتونا رفتن به تعطیلی و 4-5 هفته درس از اینا باقی مانده. به می دلیل باور ما ایست که ما 4-5 هفته باز خدمات حضوری عرضه کنیم که مناسب مکمل تطبیق شود. چند زیادتر از پنتونای ما درس های آنلاین داشتن، خدمات به شکل آنلاین ارائه کردن، مثلاً خدمات بدست آوردن. ممکن بعض از پنتونا نصابشان اما 16 هفته شان مکمل تکمیل شده باشه. با آن هم بنا به مو مشکلات که در افغانستان وجود داره، موضوع برق، موضوع مثلا اینترنت، ممکن به بعضی از مسئولین همین خدمات به شکل درست نرسیده باشه. به او دلیل ما 4 هفته میریم به درسای تجدیدی که همین تمام درسایی که چی به شکل آنلاین ارائه شده و چی پیش از آنلاین به شکل حضوری ارائه شده یک بار دیگه استادا میان را تکرار میکنن، پروژه خود را تکمیل میکنن. مثلا بعضی کارهای عملی است، پروژه عملی است که دیگه از طریق آنلاین امکان پذیر نیست. 4 هفته که ما به تعطیلی به درس‌های حضوری میریم، بدون شک استاد ما به مسئله پروژه میته، به مسئله کارخانگی میته، کارهای خانه عملیشون را تکمیل میکنه، پروژه عملیشون را تکمیل میکنه. تمام باور ما است که باید در جریان نمی 4 هفته تمام نصاب سمستر چه از بابت درس تیوری چی بابت درس عملی تکمیل شد که ما باز بخیر مسئولین ما آماده باشه که برن به امتحان نهایی. درست. آقای عبیدی، طبق اعلام این وزارت تمام پوهنتون‌ها و نهادهای تحصیلی خصوصی و دولتی مکلف هستند که از 15 ماه جاری تا 15 ماه
آینده سال آینده البته برنامه های درسی شانه که باقی مانده سمستر خزانی سال 1399 را تکمیل کنند. این تصمیم چقدر معقول است؟ میرم قبلا ما برتان توضیح دادم که امو 4 هفته میشه که یک ماه است امو درس تجدیدی است. در جیران امید درس تجدیدی امو موضوعات را قبلا سر صحبت کردیم. استادا تمام اون برنامه درسی خود را تکمیل میکنن که مسائل آماده بسازن به خاطر امتحان نهایی. درست. آقای عبیدی، سمسترهای درسی در حالت نرمال 16 هفته هستند. اگر یعنی سمسترها آنچنان شما یادآوری کردین به شکل تجدیدی 8 هفته ساخته میشه، فکر میکنین نمیکنین که در بروی همه تدریس یا تدریسی که میشه تاثیرات منفی داشته باشد، بخصوص در قسمت کیفیت تدریس؟ ببینین سال 1399 سال استثنا بود، تنها تحصیلات افغانستان از این صدمه ندید، اما حال هم از نگرانی های موج دوم ویروس کرونا هم وجود داره، حتی از موج سوم چی تدابیر گرفته شده؟ میخوام توضیح بدم امیر. ما سال 1399 نه تنها یک سال بعد به نظام تحصیلات عالی افغانستان بود، بلکه تمام بخش های مختلف در سر و سر دنیا صدمه رساند. درس ها در تمام دنیا آنلاین است و بدون شک که درس‌ها سیستم درسی در تمام دنیا متاسفانه کرونا صدمه رساند. با آن هم ما تلاش کردیم که مسائل مادی جیجان آسیب نبینه، هم خدمات آنلاین برشان ارائه کردیم، هم درس‌ها که پس دوباره شروع شده به شکل تجدید درس‌ها رو برشان ارائه کردیم که مسائل ما صدمه نبینه، ارتقا کنه و سمستر بعدی پیش بره. ما نمیشه مثلا افغانستان با وجودی که ما سیستم غیر حضوری را ایجاد تطبیق کردیم، ما به ما یک تجربه نو بود. سایر کشورها ده ها سال و تا بیش از 20 سال میشه که سیستم تطبیق میکنن، با ما یک تجربه نو بود و ما در موج اول کرونا از این بابت مشکلات داشتیم، اما در موج دوم از این بابت مشکلات کمتر بود، به دلیل از اینکه هم استاد ما با سیستم بلد بود، هم مسئله ما با سیستم بلد بود، اینا میفهمیدن که چگونه از این لمسا استفاده کنن و چگونه درسای خود را به پیش ببرن. به هر صورتش سمسترهای قبلی که از 1399 بود، به دلیل از اینکه ما چند ماه رفتیم به تعطیلی در موج اول کرونا، از او بابت نظام تحصیلات عالی افغانستان آسیب پذیر بود، اما با آن هم ما تلاش کردیم که مسائل عقش ضایع نشه و سمسترش به تعویق نیفته، سمسترها را به نحو آماده ساختیم که هم خدمات تحصیلی آنلاین را شه و هم خدمات تحصیلی حضوری را شه و به شکل تجدیدی که هم سمستر تکمیل شوه. همین نگرانی را که شما میگین، ما به می دلیل سمسترها را تلاش میکنیم که چون ما آمادگی کامل داریم به 15-16 همه حد که بخیر درس‌ها را آغاز کنیم که سال 1400 آسیب نبینه. اگر ما باز بریم به تعطیلی، خب سال 1400 با دو سمستر 1400 هم آسیب پذیر است. به او دلیل ما تلاش میکنیم که تاریخ 20 سور که مو تقسیم اوقاتشام همگانی ساختیم نشر کردیم، 20 سور بخیر درس ها آغاز شد که دو سمستر 1400 با مشکلی که ما در سال 1399 مواجه بودیم مواجه نشه، اما به شکل نرمال درس ها خود در سال 1400 ادامه بدیم. درست. تشکر، سلامت باشین. سپاس از حضورتان در برنامه آقای عبیدی. ممنونتان. بسیار زیاد تشکر از شما. سلامت باشین.